سلام تقریبا دو سال پیش بود که اولین تصویر از سیاهچاله مرکزی کهکشان راه شیری و به طور کلی دومین تصویر از یک سیاهچاله منتشر شد که از همان اوایل ابتدای انتشار این تصاویر حرف و حدیث هایی در مورد صحت و سقمش مطرح بود و بعضیا در نوع تحلیل اطلاعات یه شک و تردیدایی ایجاد کرده بودند ولی حالا اخیرا یه مقاله منتشر شده توسط یه گروه ژاپنی که اومدن ادعا کردن که اون روش تحلیل اطلاعات این تصویر اشتباه بوده و اون تصویر نهایی درست نیست ممکنه براتون سوال پیش بیاد تصویر تصویر دیگه از یه چیزی عکس گرفتن چجوری میتونه اشتباه باشه خب تو این ویدیو میخوام همین موضوع رو بیشتر شرح بدم پس با من همراه باشید من توی دو تا ویدیو جداگانه قبلا در مورد جزئیات تصویربرداری برداری از سیاهچاله ها یکیش سیاهچاله مرکز کهکشان ام 87 و یکیش هم سیاهچاله مرکزی کهکشان راه شیری صحبت کردم و اونجا مفصل توضیح دادم که فرایند این تصویربرداری برداری و تهیه تصاویر به چه شکل بوده حالا بخوام اگه یه اشاره کوتاه فقط بکنم باید بگم که این تصویرها در واقع تصویر مستقیم از یک شیئی که نور به سمت ما تابونده نیست اینها بازسازی یک تصویر از یک سری اطلاعات خیلی کمیه که تونستیم با امواج رادیویی از این سیاه چاله ها دریافت کنیم یه جورایی مثل این میمونه که شما از یک پازل مثلا یک میلیون قطعه فقط 100 تا قطعه رو داشته باشید و البته جای اون قطعه ها رو مثلا بدونید کجاست حالا بخواید با نگاه کردن به این 100 تا قطعه از بین اون یک میلیون قطعه شکلی که این پازل به تصویر کشیده رو حدس بزنید فرقی مثالی که زدم با چیزی که در واقعیت در عکاسی از این سیاه اتفاق افتاده اینی که این قطعه هایی که ما داریم یک قطعه کوچیک از یک تصویر کلی نیستن این قطعات در واقع هر کدوم اطلاعات کل تصویر رو دارن ولی مثلا هر کدوم یک صد هزارم اون کیفیت واقعی که میتونه داشته باشه رو دارن و برای همین از روی این تصویر فوق العاده کیفیت ما باید اون تصویر اصلی رو بتونیم حدس بزنیم خب برای این کار یه فرآیند خیلی طولانی و زمانبر رو طی کردن در واقع نزدیک دو سال طول کشید تا تونستن اطلاعات دریافتی توسط تلسکوپ رادیویی از این سیاهچاله ها رو که طی صرفا دوازده ساعت دریافت شده بود تزیه و تحلیل کنند و با کمک الگوریتم ها و هوش مصنوعی و اینها این اطلاعات رو کنار هم بچینن تا اون تصویر نهایی تشکیل بشه در واقع میشه گفتش که این تصویر یک بازسازی چیزیه که پژوهشگرا فکر می‌کنن باید شکل یک سیاهچاله باشه این تصویر هم که خطوط راه راه داره ترکیب اطلاعات مربوط به میدانهای مغناطیسی با تصویر اصلیه یعنی باز یه چیزی نیست که اگر نزدیک سیاهچاله بودیم میدیدیم چون میدانهای مغناطیسی که دیده نمیشن گروه تلسکوپ های افق رویداد که اون جایی هستن که این تصاویر رو تهیه کردن اومدن با استفاده از روش تابع نقطه یا PSF که در واقع به ما میگه که یک منبع نور نقطه ریز وقتی که نورش از طریق تلسکوپ به ما میرسه چقدر پخش میشه و پراکنده میشه و تار میشه اومدن این تصویر نهایی رو بازسازی کردن با دونستن این تابه میشه پردازیشی روی اون تصویر نهایی انجام داد که اون رو برگردونه به شکل اصلی که در واقع بوده حالا گروه پژوهشگر ژاپنی آمده ادعا کرده که این روش برای تشکیل این تصویر ایراداتی داره که باعث شده این تصویر تشکیل بشه و این تصویر تصویر واقعی نیست و خودشون اومدن با روش‌های دیگه این اطلاعات رو پردازش کردن و به یه تصویر کاملا متفاوت رسیدن توی مقاله اونها ادعا شده که این روش استفاده از PSF برای بازسازی تصویر یک سری ایرادات اساسی داره که باعث میشه به صورت طبیعی تصویر حلقه‌ای شکل بگیره حتی اگه جسم واقعی شکل حلقه‌ای نداشته باشه در واقع این گروه ژاپنی ادعا میکنه که شکل حلقه ای نتیجه بازتاب نوری ناشی از ساختار تلسکوپ که اطلاعات رو جمع کرده نه لزوم تصویر واقعی سیاه برای همین اونا آمدن از یک روش دیگه برای بازسازی این تصویر استفاده کردن اسم روش اونا نگاشت ترکیبی یا هیبرید مپینگ که با یک الگوریتم به اسم کلین اثرات تلسکوپی رو حذف میکنه و در نهایت با تنظیم مجدد داده هایی که نویزها ازش حذف شدن سعی به بازسازی تصویر نهایی میکنه اونا با این روش داده های تلسکوپ افق رویداد رو دوباره تحلیل کردن و به این تصویر رسیدن که با تصویر اصلی خیلی فرق داره این تصویر احتمالا داره دیسک برافزایشی رو نشون میده که با سرعت حدود 60 درصد سرعت نور داره میچرخه و یک سمت این دیسک به دلیل اثر دوپلر روشنتر از سمت دیگه دیده میشه توی این تصویر محل حدسی خود سیاهچاله هم اینجا در نظر گرفته شده. در گروه ژاپنی اعتراف میکنه که احتمالا شکل واقعی سیاهچاله نه اون تصویریه که گروه افق رویداد گرفته و نه تصویری که اینها تشکیل دادن و همه این روش ها ایرادات اساسی توی بازسازی اون تصویر اصلی داره. اونا فقط میخواستن نشون بدن که این اطلاعات رو میشده طور دیگه هم تجزیه تحلیل کرد و به یه تصویر دیگه رسید و نمیتونیم بگیم که حتما اون تصویری که افق رویداد بهش رسیده تصویر درستیه. البته بعد گفتش که تصویر این گروه ژاپنی اصلا اون زیبایی و اون جلوه تصویر گروه افق رویداد رو نداره ولی خب ممکنه تصویر دقیقتر و درستری باشه بعد از انتشار این مقاله گروه تحقیقاتی افق رویداد اعلامیه در سایت خودش منتشر کرد که به نقد این مقاله پرداخت و چندین اشکال رو در روش این گروه جدید برای پردازش اطلاعات گوشزد کرد. اونا اولا گفتن که گروه ژاپنی به این تغییر پذیری این سیاهچاله در طول زمان توجه نکردن. یعنی در طول اون دوازده ساعتی که این اطلاعات داشته از اون سیاهچاله دریافت می شده، این سیاهچاله با سرعت زیادی در حال چرخش بوده و نورش خیلی تغییر کرده و در واقع گروه افق رویداد اومدن با یک روش های نرمال سازی و میانگین گیری و وزدهی به اطلاعات یه تصویر میانگینی از اون چیزی که باید دیده بشه تشکیل دادن در صورتی که گروه ژاپنی ظاهرا فرض کردن که یک جسم ثابتی بوده که ازش تصویر تهیه شده نکته بعدی که گروه افق رویداد ادعا میکنه که اونها نیومدن با یک روش به یک تصویر خاص و مشخص برسن اونها روش های متعددی رو به کار بردن و توی همشون به یک تصویر مشابهی رسیدن که نشون میده اون تصویر نهایی احتمالا درسته براشم هم اومدن گفتن که با اینکه گروه ژاپنی اونها رو متهم کرده به سوگیری تاییدی برای رسیدن به یک شکل حلقه‌ای یعنی گروه ژاپنی گفته که این گروه افق رویداد از اول میخواستن به این شکل حلقه‌ای برسن بنابراین یه جوری پردازش کردن اطلاعات که به این شکل حلقه‌ای رسیده ولی این گروه افق رویداد میگه که گروه ژاپنی سوگیری تاییدی دارن برای رسیدن به تصویر نقطه‌ای حالا معلوم نیست که کدومشون دارن درست میگه خلاصه که یه بحث و دعوای علمی بین این دو گروه شکل گرفته که بعد ببینیم در آینده کدومشون میتونه با مدارک مستدلتر و اطلاعات و تحلیلای بیشتر حرف خودش رو اثبات کنه این وسط گروه افق رویداد داره تعداد تلسکوپ هایی که برای رصد این سیاه‌چاله‌ها ها استفاده میکنه رو افزایش میده و با استفاده از الگوریتم های جدید و هوش مصنوعی ها کاری میکنه که بتونه به تصویر دقیقتری برسه ولی من حدس میزنم که توی همه این تصاویری که در آینده تشکیل خواهد شد یه سوگیری تاییدی وجود خواهد داشت چون که اونها نزدیک به ده سال تلاش کردن که به این تصویر رسیدن و فکر نمیکنم به این راحتی حاضر باشن اعلام کنن که این تصویر اشتباه بوده در نهایت به این نتیجه میرسیم که علوم تجربی همواره در حال تلاش برای درک بهتر جهان هستیه و هیچ وقت نمیتونیم ادعا کنیم که به درک کامل رسیده و چیزی که بهش رسیده دیگه قطعی و خدش ناپذیره نظر شما چیه؟ منتظر نظراتتون هستم تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.